به نام خدا و با عرض درود و سلام خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی کانال سرخط. خیلی ازتون ممنونم که با ما همراه هستیم. خب امروز لوگوی سرخط رو تغییر دادیم تا با هشتگ نظامی اشتباه گرفته نشه. دوست عزیزی پرسیده بودن که چه نیازی به دوتا کانال بود و باید بگم به خاطر تفاوت محتوا این کار رو کردیم. در هشتگ نظامی تمرکز ما بر مسائل نظامی و پیشرفت‌های تسلیحاتی و البته اخبار مرتبط با جنگ افزار هاست، اما در کانال سرخط سعی میکنیم نقدی به دنیای رسانه‌ای و همچنین خبرهای روز داشته باشیم. به هر حال امیدوارم مثل همیشه از هر دو کانال ما حمایت کنیم. در جنگ اوکراین با روسیه هزاران درس برای نه تنها مردم ایران که مردم خاورمیانه و شرق نهفته است. از عدم اعتماد به غرب و آمریکا بگیر تا بمباران رسانه‌ای و خبرهای فیک و یک بام و دو هوا با این صحبت‌های مشمئز کننده. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. It's really emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, on est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan. Vous imaginez? در حالی که اینا رو سر خاورمیانه بمب می‌ریزن و اصلاً هم براشون مهم نیست یه شرقی کشته میشه، ولی ما مردم دوست داریم هر چه زودتر جنگ تموم بشه، چون خرابی‌های جنگ رو با پوست و گوشت و استخونمون لمس کردیم. اما یه نکته مهم که این جنگ داشت، اتحاد رسانه‌ای و یک دست شدن اروپا در عین تمام اختلافاتشون هست. مثلا حتی سوئیس که در بی‌طرفی زبان‌زد خاص عام هست در جنگ اوکراین موضع مشخص گرفت و روسیه را تحریم کرد. از فوتبال و سینما و موسیقی بگیر تا باقی مشاغل و کشورها و صنایعی که ادعای عدم سیاسی بودن داشتن واکنش تندی نشون دادن. در میان اقوام اروپایی هم اختلافات زبانی و نژادی و فرهنگی و مذهبی زیادی وجود داره و میانشون جنگ‌های شدید و مرزهای مبهم و مورد مناقشه هست، اما یاد گرفتن در نهایت یک اتحاد شکل بدن. ای کاش کشورهای بلوک شرق و مخصوصاً خاورمیانه به این اتحاد می‌رسیدن. خب اکثر این کشورها اسلامی‌اند و منبع عظیم انرژی جهان در این منطقه ذخیره شده. اگر اتحادی میان چین، روسیه، ایران، عربستان، امارات، عراق، یمن، افغانستان، هند، پاکستان و البته دیگر کشورهای اسلامی و شرقی شکل می گرفت، نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ فرهنگی و امنیتی به مشکل می خوردیم. ولی افسوس که اون اتحاد تا حالا شکل نگرفته، ولی من به آینده خیلی خوشبینم. بعد از جنگ روسیه با اوکراین، بازیکنای ارزروم اسپور ترکیه با یه تیشرت با پیام صلح به زمین اومدن، ولی کاپیتان تیم آیکو دمیر از پوشیدن لباس خودداری کرد. آیکو دمیر گفت دلیل این کارش این بوده که هر روز هزاران نفر به خاطر همین اتفاقات تو خاورمیانه کشته میشن و هیچ کس براش مهم نیست و سکوت میکنن، ولی به خاطر این اتفاق تو اروپا یهو همه یاد صلح میافتن. همچنین امروز رهبر معظم انقلاب هم به مناسبت مبعث پیامبر اکرم سخنرانی مهمی داشتن که اولین واکنش ایشان به حوادث اوکراین هست و برای شما بخشی از بیانات رهبر عزیز رو قرار میدن. اگر نتوانند بحران ایجاد کنند، کارخانه‌های اسلحه سازی نمیتوانند حد اکثر استفاده خود رو شروع بکنند. ناچار باید بحران سازی کنند در دنیا تا منافع این مافیاها حد اکثری بشه. امروز به نظر من اوکراین هم قربانی همین سیاست. امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی
در داخل اجتماعات معارضه این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن. این طبعا به همین جا همون تهی میشه. ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم هر جای دنیا، این حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت‌ها، ما اینا رو تایید نمی‌کنیم. هر جای دنیا اتفاق بیفته، این حرف ثابت ماست. ما مثل غربی‌ها نیستیم که اگر چنونچه بمب رو روی سر کاروان عروسی در افغانستان بریزند و عروسیشون رو تبدیل به عزا بکنن، این مبارزه با تروریسمه، این جنایت نیست. اونا منطقشون اینجوریست دیگه. در افغانستان، در عراق، آمریکا در شرق سوریه چه کار میکنه؟ چرا نفت سوریه رو میدزدن؟ چرا پول افغانستان رو میدزدن؟ ثروت ملی افغانستان رو چرا غصب میکنن؟ چرا در منطقه غرب آسیا از جنایات صهیونیست‌ها که شبانه روز این جنایات داره انجام میگیره دفاع میکنند؟ اینا بحران سازی است، اینا کارهایی است که میکنن. اینا همه رو به اسم دفاع از حقوق بشر و امثال اینا دارن انجام میدن. ما مثل اونها نیستیم که اگر چنانچه کاری در نقطه‌ای که مورد خاص ماست اتفاق بیفته، ما اون رو یه جور قضاوت کنیم، جای دیگه اتفاق بیفته جور دیگه قضاوت کنیم. 8 سال مردم یمن در زیر بمباران هستند. غربی‌ها اینو محکوم نمی‌کنن، ازش حمایت هم می‌کنن، هم حمایت زبانی، تبلیغاتی، رسانه‌ای و هم حمایت عملی. اینا اینجوره. ما البته در اوکراین طرفدار توقف جنگی، ما می‌خوایم اونجا جنگ تمام بشه و منتها خب علاج هر بحرانی صرفاً در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکاست، سیاست‌های غربی هست. اینها ریشه بحرانه، اینها رو باید شناخت و بر اساس اینها قضاوت کرد، داوری کرد و اگر اهل اقدام بودیم اقدام کرد. خب حالا صحبت اوکراین مطرح شد، عبرت‌هایی هم در این قضیه اوکراین وجود داره که انسان مشاهده می‌کنه در گفتار گویندگان و نویسندگان به بعضی از این عبرت‌ها اشاره شده. من 2 تا از این عبرت‌ها رو مطرح می‌کنم. یکی این است که پشتیبانی قدرت‌های غربی از کشورهایی که دستشونده اونها هستند و دولت‌هایی که دستشونده اونها هستند یک سراب است، واقعیت نداره. اینا همه دولت‌ها بدونه. اون دولت‌هایی که پشتگرمیشون با آمریکا و با اروپاست ببینن وضع امروز اوکراین، دیروز افغانستان. هم رئیس جمهور اوکراین همین چند روز پیش گفت، هم رئیس جمهور فراری افغانستان چندی قبل گفت، ما اعتماد کردیم به آمریکا، اعتماد کردیم به دولت‌های غربی، ما رو تنها گذاشتن. به اینا نمیشه اعتماد کرد. این عبرت اول. حالا جمهوری اسلامی که خب سلای استقلال و عزتش دنیا رو فرا گرفته، اما اون کسانی که متکی با آمریکا هستن از این عبرت درس بگیرن و این رو بفهمن. این یک عبرت. عبرت دوم این که مردم مهمترین پشتوانه دولت ها هستند. اگر مردم وارد میدان می شدند در اوکراین، وضع دولت اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمی شد. مردم وارد میدان نبودند چون
دولت رو قبول نداشتن. عیناً مثل اون وقتی که آمریکا به عراق دوران صدام حمله کرد، مردم دفاع نکردن، کنار رفتن، آمریکا مسلط شد. اما در همین عراق وقتی که داعش حمله کرد، مردم وارد میدان شدن، داعش رو که خطر بسیار بزرگی بود توانستن به عقب برانن، خواستن توانستن سرکوب بکنن. مردم عامل اصلی استقلال کشورها مردم هست. ما این رو تجربه کردیم در دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس مردم وارد میدان شدن و با اینکه همه قدرت ها از صدام حمایت میکردن، به او کمک میکردن، جمهوری اسلامی به کمک مردم توانست غلبه پیدا کنه و دشمن رو ناکام بگذاره. خیلی ازتون ممنونم که تا انتهای این ویدیو هم با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین و البته منتظر نظرها و پیشنهادهاتون هستیم. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.